فردی که قربانی خشونت خانگیه اگه بخواد شکایت نامه تنظیم کنه برای اون شکایت نامه چه نکاتی رو باید دقیق و شفاف بگه برای تنظیمش؟ این هم خیلی مسئله مهمی واقعا همه قربانیان خشونت خانگی باید توجه کنن چون که مسیر رو اشتباه رفتن و یا به درستی طی نکردن ممکنه که در حقشون اجحاف بشه ببینید وقتی که شکایت نامه تنظیم میشه اولا اینکه باید جزئیات خشونت بهش اشاره بشه یعنی به طور کلی نگن که مثلا خانومه نره بگه که شوهرم منو کتک زد خب اینها ممکنه که بعدا به قولی دردسر بشه برای خود قربانی باید بگه چه نوع خشونتی رو مرتکب شد مثلا با مشت زد روی صورتم و صورتم کبود شد مثلا رفتم فلان مرکز درمانی اونجا تحت درمان قرار گرفتن این جزیات خیلی مهمه مسئله بعد اینه که تاریخ و محل دقیق خشونت رو باید بگه اگر خشونت سابقه داره حتی در ممکن با اشاره به تاریخ اونها، سابقه خشونت هم اینجا ذکر بشه چون که گفتیم که ممکنه که اگر خشونت مستمر باشه باعث اسر و حرج بشه باعث سختی مشقت زن بشه و حق طلاق براش ایجاد بکنه مسئله دیگه اینه که باید اون راه های اثبات یعنی ادله اثبات رو بهش اشاره کنه مثلا بگه که وقتی که ایشون منو زد مثلا فرزندم فلانی که فلان چند سالشه و یا مثلا یه شخص دیگه خونه ما بود شاهد مسئله بود و یا اینکه همسایه ها مثلا شنیدن حتی اومدن در خونه و گفتن چی شده اگر به پلیس زنگ زده باید به یک در فلان تاریخ به پلیس زنگ زدم مثلا از کلانتری اومدن گفتن که این کارو کردن این کارو کردن اینا رو اشاره کنه اقداماتی که قربانی انجام داده بعد از خشونت یعنی ممکنه رفته باشه به کلانتری ممکنه رفته باشه به درمانگاه و یا اصلا ممکنه رفته باشه خونه اقوامشون اون اقوامشون شاهد بودن که مثلا صورتش کبود شده به هر حال توجه کنن که جزئیات خیلی مهمه و در مرحله بعدی اون مواردی که میتونه خشونت رو ثابت کنه